خب ویدیو رو شما دیدید، من یک بار دیگه در خود برنامه گوگل اس این موضوع رو توضیح میدم. ما اومدیم کوه سبلان رو با نظم ارتفاعی 100 متر با این لایه‌های افقی قطعش کردیم که مفهوم منحنی‌تراز خوب تعریف بشه. البته لازم به ذکر بگم که این منحنی‌تراز ها این گونه ترسیم نمیشن، در واقع کارتوگرافی و ابزارهایی که در اختیار این رشته هست در واقع روند دیگه‌ای دارن برای ترسیم منحنی‌تراز که موضوع بحث ما نیستش. ما سعی میکنیم که در واقع مفهوم منحنی‌تراز در این درس خوب توضیح داده بشه، چرا که منحنی‌تراز شکل اونها کمک زیادی به متخصصین میکنه برای درک بهتر منطقه. به طور مثال هرچی این خطوط به هم نزدیکتر باشن شیب اون منطقه زیاده و هرچی فاصله این نقاط در واقع بیشتر باشه شیب اون منطقه کمه. خب منحنی‌تراز شکلشون نشون دهنده این که کجای منطقه در واقع رودخانه هست، کجای منطقه در واقع خط تقسیم آب یا یاد. خب من سعی میکنم با چند شکل ساده و تیپیک این موضوع خط و رسم و خط و رقعه رو توضیح بدم. در واقع خط و قر یا حالا مسیر رودخانه بدین صورت هستش که شما مجموعه خطوطی که شبیه 8 هست و در واقع ارتفاع به این سمت زیاد میشه، فرض بر این بگیرید ارتفاع 100، ارتفاع 200، ارتفاع 300 و ارتفاع 400. خب در اینجا آبراه بدین سمت حرکت میکنه. خب در خط و رسم قضیه در واقع عکس این قضیه است، شکل منحنی‌تراز ها به صورت 7 هست. خب فرض هم برای بگیریم که در واقع اینجا ارتفاع با این در واقع به این سم افزایشی داشته باشیم، ما اینجا خط تقسیم آب جوری که اینجا آب به سمت چپ یا راست میره. خب شکل تیپیکی دیگه ای که میشه توضیح داد اینجا در مورد قله هاست. فرض بگیریم مجموعه خطوط بسته ای که به داخل ارتفاع اونها بیشتر میشه، که ما اینجا قله داریم، این هم سمبل قله و در واقع گودی ها یا سینک بدین صورت هست که مجموعه خطوط بسته که به داخل ارتفاعشون کاهشیه که بازدن هاشور در انتهای آخری منحنی‌تراز این موضوع توضیح میدن. خب هرچی شما منحنی‌تراز ها به هم نزدیک باشن 100، 200، 300 و 400، در واقع ما اینجا شیبمون خیلی زیاده، و هرچی این فاصلات از همدیگه بیشتر باشن در واقع شیب کمتره. خب این در واقع تونست سعی میکنه به زبان ساده مفاهیم کلی رو ما اینجا توضیح بدیم که شما با
به محضی که تجربه شما بیشتر میشه این موضوع قطعا برای شما بیشتر جا خواهد افتاد.